امروز در واشنگتن هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز عهد کرد که آمریکا در هیچ معامله‌ای با سوریه هرگز لبنان را وجه مصالحه نکند و از بیروت خواست انتخابات 7 ژوئن را آزاد و منصفانه برگزار کند. کلینتون پس از گفتگو با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان در بیروت به خبرنگاران گفت ما کاری نخواهیم کرد که به نحوی حاکمیت لبنان را تضعیف کند. آمریکا هرگز با سوریه معامله‌ای نخواهد کرد که کشور و مردم لبنان وجه مصالحه شوند. دیدار 3 ساعته کلینتون از بیروت که بدون اعلام قبلی صورت گرفت، 6 هفته پیش از انتخابات عمومی موعود لبنان صورت گرفته. انتخاباتی که ائتلاف مورد پشتیبانی غرب را در برابر حزب الله مورد پشتیبان ایران و متحدانش قرار داده است. کلینتون گفت مردم لبنان باید بتوانند نماینده خود را در انتخاباتی آزاد و منصفانه برگزینند بدون اینکه شبح خشونت یا ارعاب بالای سر آنها قرار گیرد و بدون اینکه خارجیان در آن دخالت کنند. مقامات نظامی آمریکا دیروز مؤکداً گفتند که علیرغم ادعای بغداد مبنی بر اینکه حمله‌ای که به شهر کود در جنوب عراق انجام گرفت با پیمان امنیتی آمریکا و عراق تناقض داشته است، آن حمله با تایید دولت عراق صورت گرفت. مقامات نظامی آمریکا در بیانیه گفتند نیروهای ائتلاف در عملیاتی که مورد تایید دولت عراق بوده و کاملا با دولت هماهنگ شده بود، یک شبکه تامین پول برای ستیزه‌جویان و قاچاقچیان را که مسئول قاچاق اسلحه به درون عراق نیز به شمار می‌آید، هدف قرار دادند. نیروهای آمریکایی در یک حمله سرگاهی به ستیزه‌جویان شیعی، یک زن و یک پلیس را به ضرب گلوله کشتند و 6 نفر را که به دریافت پول، اسلحه و آموزش تروریستی از ایران متهم هستند، اسیر کردند. بر اساس پیمان امنیتی عراق و آمریکا که از اوایل سال میلادی جاری به اجرا درآمد، نیروهای آمریکا دیگر نباید عملیات رزمی در عراق انجام بدهند مگر با تایید دولت عراق. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com